سلام عشقا، خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم در کانال پریفان. مرسی که دارید منو نگاه میکنید. اگر که تازه به جمع ما اومدید، خیلی خیلی خوش اومدید. قبل از هر چیزی ممنون میشم که این دو هشتگی که اینجا میذارم رو، چون مهمه توی هر ویدیو میگم، از این دو هشتگ اگر استفاده کنید در هر جایی که میتونید، استوری باشه، توییتر باشه، خیلی خیلی کمک بزرگی میکنید به کشور افغانستان و کشور ایران. من برگشتم با یک موزیک خیلی زیبا از شکیب سوزان عزیز در وصف شهید فرخنده خوندن. امیدوارم که لذت ببرید. اگر موافق هستید که بریم شروع کنیم. بچه ها قبل از این که پلی کنم، لینک اصلی در توضیحات این ویدیو هست، میتونید اونجا هم برید ببینید و حمایت کنید. شهید بی گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی. شهید بی گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی. میانه چون میدونم چه اتفاقی برای فرخنده عزیز افتاده، خب قطعا تمام لحظه این موزیک قراره که چهره شهید فرخنده عزیز جلو چشمم باشه، ولی همینجور که میبینید روی کاور این ویدیو، روی کاور این موزیک هم هست و الان که دارم میبینم اسمشون احمد شکیب سوزان هست و فرهاد جان. اگر اسمشون رو اشتباه خوندم یا گفتم عذرخواهی میکنم. احمد شکیب سوزان و فرهاد جان، روحشون شاد باشه فرخنده عزیز. شهید بی گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی. میان سنگ‌ها بودی، با دشت کربلا بودی. میان سنگ‌ها بودی، با دشت کربلا بودی. حجاب را به حجاب کردن، مسلمان را کباب کردن. حجاب را به حجاب کردن، مسلمان را کباب کردن. بچه ها چیزی که من توی یوتیوب دیدم و اینها ویدیوها رو، مثل اینکه فرخنده جان حتی کلاس های، یعنی مکتب هایی که برای حفظ قرآن هست و اینها، حتی حضور داشتن و مثل اینکه یک چیزهایی از اون، نمیدونم، اون کسی که معلمشون بوده، حالا آخوند بوده یا هر چیزی، ملا بوده، مثل اینکه داشتن یک کارایی میکردن و اینها و یک رفتارهای زنندهی با خانمهای اون مکتب داشتن. مکتبی که برای قرآن هست، برای حفظ قرآن هست، برای خوندن قرآن هست و از این کلاسهای اینجوری. خب حالا اون آدمی که اونجا بوده این حرکت رو میکرده و مثل اینکه فرخنده جان این رو متوجه میشه و میاد بازگو میکنه که این کار درستی نیست و اینها، و اون آدم میاد تهمت میزنه، تهمت دروغ میزنه که مثل اینکه گفته بودن که قرآن سوزونده. آخه کسی که برای حفظ اون میاد، برای خوندن و تلاوت کردن اون کلام خدا میاد، چرا باید این کارو بکنه؟ و دیگه به طور وحشتناکی خب شهید میشه رو دست مردم. حالا نمیدونم به دست پلیس بوده، بعد پلیس اونو میده به دست مردم و خیلی کتک میخوره، خیلی نمیدونم از بالا پرتش میکنن پایین و در نهایت که آتیششون میزنن. به خاطر همین خیلی تصاویر متفاوتی از شهید فرخنده هست که یا توی آتیشه یا سرش زخمی و داره خون میاد. کف دستم عرق کرد، خیلی بد. و یه مصاحبه ای هم مثل این که با باباش بوده که میکنن که اصلا خیلی دردآوره حتی دیدنش، که حالا من بخوام صحبت کنم، یعنی کسانی که واقعا دلشو دارن برن توی یوتیوب و ویدیوی
مصاحبهشون رو با پدر فرخنده جان ببینن اصلا خیلی، یعنی من خودم طاقت نیاوردم که کامل ببینم، ولی یکی از چنل هایی که حالا راجع به شهید فرخنده عزیز گفته بودن که خب این چیزی بود که من تعریف کردم، حالا صحتش چقدر هست رو نمیدونم، حالا اگر کمی کسری داشت یا به اشتباهی بود که من گفتم ممنون میشم که اطلاع بدید، حتما توی کامنت پین شده تصحیحش میکنم. ولی اینجور رفتن خیلی سخته، هیچ وقت خانوادش نمیتونن، یعنی نمیدونم، مثلا من خودم که پدرم فوت شدن خب با تصادف به رحمت خدا رفتن، خب منی که الان مثلا بهش فکر میکنم میگم یعنی چون به بیمارستان اصلا نرسید، کسی نرسونده بودش، میگم که مثلا توی اون تایمی که این تصادف مثلا شکل گرفته و حالا این تصادف شده، خب مثلا بابای من چقدر زنده بوده یا چقدر درد و تحمل کرده یا سریع فوت شده یا نه، میدونید، یعنی کسی رو که خدای نکرده از دست داده باشید خب آدم به این چیزا فکر میکنه و فکر میکنم مثلا خانواده فرخنده نمیتونن این همه، مخصوصا چون ویدیو هم ازش هست، نمیتونن هیچ وقت فراموش کنن، یعنی واقعا خدا بهشون صبر بده. حجاب را به حجاب کردن، مسلمان را کباب کردن، قرآن را در عذاب 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 کردن. ببین فرخنده ایمان داشت، نماننده تو یک جان داشت، ببین فرخنده ایمان داشت، نماننده تو یک جان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت. الان این عکسی که از فرخنده عزیز هست که حالا یک متنی عزیزی روش نوشته که هیچ کس حرف من را نشنید، خب مردم نادون خب زیاد هست، یعنی من میخوام بدونم کسانی که توی اون روز اونجا حضور داشتن و نتونستن کاری کنن و اونایی که حضور داشتن که خدا لعنتشون کنه و حتی ضربه کوچیکی به این دختر زدن، الان چجور دارن زندگی میکنن، چون به هر حال خیلی طولی نکشید که همه فهمیدن که این دروغ بوده، تهمت بوده و این بنده خدا چی کشیده، برای کار نکرده، برای حرف نزده انقدر تو ملأ عام حجاب از سرش برداشته شد، توی این مشت و لگد هایی که می زدن و اینجور نگم دیگه، حالا اگر میگم خودتون دلشو دارید میتونید ببینید، ویدیوهای فرخنده عزیز هست، ولی نبینید چون واقعا خیلی تو زندگیتون تأثیر میذاره اینجور اتفاقا. فقط کافیه که یک درصد توی ذهنتون بیاد که نکنه اشتباهه، نکنه این حرف غلط باشه، تهمت باشه، وگرنه ببینید چجور مظلوم بخواد شهید بشه، هیچ کسی صداشو نشنید چون نخواستن بشنون، چون نخواستن توجه کنن، شاید اون موقع به این فکر میکردن که خب یک زنه، توی ویدیوی قبلم گفتم خب یه خورده انگار خانوم ها ضعیفتر دیده میشن، در صورتی که اینجوری نیست، اگر یک بار اجازه میدادن که این دختر از حق خودش دفاع کنه قطعا الان زنده بود و اینجور نمیشد، یعنی حداقل شهید نمیشد. واقعا نمیدونم چی بگم. مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، شهید بی گناه بودی،
تو مظلوم خدا بودی، شهید بی گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی، تو مهمان خدا کشتی، شهید بی گناه کشتی، تو مهمان خدا کشتی، شهید بی گناه کشتی، تو بانوی تباه کردی، تو اعمالت سیاه کردی. اصلا تهمت زدن کلا تباه میشه، یعنی اون نمیدونم کارنامه‌ای که به امید اون دارید زندگی میکنید اینجا که فکر میکنید سیاه میشه یا هر چیزی، شما با همون قضاوتی که به نظر من هیچ کسی در حدی نیست که بخواد کسی رو قضاوت کنه، چه عالمش باشه، چه دانا باشه، چه تحصیل کرده باشه، چه برسه به مردم عادی که فقط روی حس درونیشون میتونن به یک نفر یک تهمتی بزنن، یک قضاوتی بکنن، واقعا چجور میخوان پس بدن. چون چیزی که من اعتقاد دارم اینه که قطعا شبیه اون اتفاق و شبیه نزدیک به اون اتفاق قطعا حتی بدتر توی همین دنیا پس داده میشه، چه برای خود طرف چه برای عزیزانش. ولی آخه بیگناه رفت. میدونید الان من این که بعد از چند سال از این اتفاق گذشته، خب میفهمم، اسمشون رو میشنوم، داستانشون رو مثلا میرم میبینم و اینها، خب خیلی بیگناه، خیلی مظلوم شهید میشن. و الانی هم که دارم این تصاویر رو میبینم، خب مثل اینکه مردم جمعم شدن توی خیابونها، ولی کسی نتونسته صداشو برسونه، کسی نتونسته کاری کنه. و حالا بعد از چند سالی هم که الان گذشته، خب باز شرایط به همون شکل داره برمیگرده. ولی باز هم میگم توی ویدیو قبلی گفتم که الان به خاطر آموزشگاه کاج، کورس کاج، خانوم ها بیرون اومدن، فریاد میزنن، خیلی از جاهای بیرون از افغانستان مردم تجمع کردن، فریاد کشیدن، حرف شماهایی که توی افغانستان هستید رو دارن به گوش بقیه میرسونن. خودتون هم دست به دست خانم‌های افغانستان حتما به خیابون‌ها برید و وایسید دیگه جلوی این اتفاقات. ایشالله که همه چیز درست میشه. تو اعمالت سیاه کردی، تو بانوی تباه کردی، تو اعمالت سیاه کردی، با پیش آن خدا 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 کردی. تو هم دیدی که انسان بود، صدای الله آزان بود، تو هم دیدی که انسان بود، صدای الله آزان بود، بلب خواندن قرآن بود، بلب خواندن قرآن بود، بلب خواندن قرآن بود، بلب خواندن قرآن بود. شهید در وقت آزان شد، ندای جان و جانان شد، شهید در وقت آزان شد، ندای جان و جانان شد، با آتش جان انسان شد، با آتش جان انسان شد. خوندید دیگه بچه، من نخوام بخونمش، ولی همیشه همین رو میگیم دیگه، میگیم واقعا اسلام به خودی خودش هیچ عیب و نقصی نداره، هر چیزی که باشه با هر اعتقادی از مردم که باشه، خب کلام خداست، در زمان خودش، در تاریخی که این کتاب بوده و هست، خب
همه چیزش رو بر یک اساس و پایه‌ای هست که خب اگر اعتقادی داشته باشیم و بخوایم دنبالش بریم، اتفاقا خیلی راه قشنگی رو اونجا گذاشته که میتونیم همون انسانیت باشه یا هر چیز دیگه‌ای که معمولا یعنی واقعیتش اینه که خب خوبی‌ها رو توی اون کتاب خواسته. ولی دیگه کسانی که دیگه خیلی زیادی میخوان علامه بشن توی این چیزها، متاسفانه مردم رو زده میکنن. یعنی اگر هر چیزی رو که شما میخونی در یک کتاب مقدس بخوای به درستی انجامش بدی و کار به خودت و ایمانت داشته باشی و برای خودت بخوای اونو عملی کنی، خیلی قشنگتره تا بخوای خودت از 4 جای دیگه به اشتباه قدمی رو برداری و بخوای به یکی دیگه این عملها رو یاد بدی و بخوای که انجام بدن. دیگه میخونم دیگه، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، که این بنده خدا هم از عیب مسلمان های اطرافش این اتفاق واسش افتاد. باتش جان انسان شد، باتش جان انسان شد، چی سنگ بر سرش آمد، فرشته در برش آمد، چی سنگ در سرش آمد، فرشته در برش آمد، یزیدان بر سرش آمد، یزیدان بر سرش آمد، یزیدان بر سرش آمد، یزیدان بر سرش آمد، بیا نور دعا گوین، عدالت از خدا جوین، بیا نور دعا گوین، عدالت از خدا جوین، قضاوت از کیها جوین، قضاوت از کیها جوین، قضاوت از کیها جوین، قضاوت از کیها جوین، شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی، شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی، میان سنگ ها بودی، بدشت کربلا بودی، میان سنگ ها بودی، بدشت کربلا بودی. انقدر چهرش معصوم و مظلوم بود که دل آدم کباب میشه از این اتفاق، از این چیزهایی که آدم میبینه و میشنوه و واقعا نمیدونم، کاری از دستش بر نمیاد. ولی توی این قرنی که هستیم، توی این شرایط اینترنتی که هستیم، قطعا از هر کدوممون یک کاری برمیاد، مثل همین هشتگ گذاری که گفتم، مثل همین اتفاقی که هفته پیش در آموزشگاه کاج افتاد. و اگر بخوایم سکوت کنیم، اینجور اتفاقا باز هم تکرار میشه. همینطور که الان میدونید که چجور اومدی توی یوتیوب و اینها، پس قطعا انقدر آگاهی این رو دارید، علم این رو دارید که هشتگ گذاری کنید، همینجور که هنرمندان افغانستان توی تمام پستای اینستاشون استوری کردن و یا پست گذاشتن و گفتن که حتما از این دو هشتگ، البته یک هشتگ مال ایرانه که فرقی نمی کنه، همزبان هستیم، و یک هشتگ هم برای کشور افغانستان هست که ما تا جایی که بتونیم حمایت می کنیم، که به امید خدا این اتفاق خوب که همه مردم میخوان، که امنیت و آرامش و آزادی هست، برای هر دو کشور درست بشه، بهش برسیم و روزهای شادی رو ببینیم دیگه همه با هم. مرسی از احمد شکیب سوزان عزیز، لذت بردیم، غمگین بود ولی به قشنگترین شکل تونست این اتفاق رو با صدای زیباش به گوش ما برسونه. تصاویر رو هم که دیدید و نمیدونم دیگه چی باید بگم بابت این اتفاق. روح شاد باشه. شهید وقتی که میاد برای یک انسان، اسم شهید
که روی یک انسان میاد قطعاً پاک بوده دیگه، پاک بوده و درجهش واقعاً بالا بوده که به شهادت رسیده. فرقی نمی‌کنه که چجور رفتن، مهم اینه که به راهی که باید میرفتن رفتن، ولی خب خیلی بد شهید شدن. امیدوارم که منظورم رو گرفته باشید از کامنت هایی که راجع به مهسا امینی عزیز گرفتم و کامنتی که راجع به شهید فرخنده عزیز گرفتم. هر دو شهید شدن، ولی خب یکم کسانی که هنوز یکم خشک فکر میکنن و اینها، فرقی نمیکنه، شهید شهیده بچه ها. شهید فرخنده عزیز برای کلام قرآن و حجاب رفتن و چیزی که جالبه، مهسا امینی جایگاهش فرق داشت، یعنی ایشون هم بی حجاب نبودن که گرفتنشون. حالا میگفتم ویدیوهاش هست، میتونید برید سرچ کنید ببینید. و درد مردم هم از همین هست که بی حجاب نبود و به خاطر بی حجابی کشته شد و قطعا شهید حساب میشه. باز هم ممنونم، ببخشید طولانی شد. امیدوارم که خوب باشی، دلتون پر از امید باشه، قربون شکل ماهتون، ماچ به کلهاتون. تا ویدیو بعد، بای بای.